در این درس داستانی بسیار مشهور رو که شما هم ممکنه شنیده باشید رو با هم یاد خواهیم گرفت و با هم مرور خواهیم کرد A farmer had five sons A farmer یعنی کشاورز Farm یعنی مزرعه و farmer یعنی کشاورز پسوند ER پسوند فائلساز ساز در انگلیسیه و farmer یعنی کشاورز Had گذشته have داشتن میشه داشت five پنج sons پسرها a farmer had five sons کشاورزی پنج تا پسر داشته داستانش رو شنیدید و خیلی آشناس براتون احتمالاً پس همینجا خوب یادش میگیریم a farmer had five sons کشاورزی پنج پسر داشت a farmer had five sons they were strong and hard working they آنها کیو داره میگه پسرها رو داره میگه where where گذشته are یعنی بودند strong قوی تلفظش رو دقت کنید استرانگ نمیگم strong اولش ا نداره and و hard working hard working یعنی سخت کوش مثل شمایی که سخت کوشی در یادگیری انگلیسی hard working کلمه است که از ترکیب دو کلمه hard یعنی سخت و working کار کردن درست شده پس hard working میشه سخت کوش چی بودن اونا؟ they were strong and hard working آنها قوی و سخت کوش بودند با هم تکرار میکنیم بچه ها لطفا شما هم تکرار کنید همینجا یک بار برای همیشه یادش بگیریم آماده این؟ بریم they were strong and hard working but they always quarreled with one another but، اما، آنها، they، اونها، کیو داره میگه؟ پسرها رو میگه always یعنی همواره، همیشه quarreled، quarreled یعنی جنگ و جدل میکردند گذشته فعل quarrel یعنی بحث کردن، جدل کردن با ایدی به زمان گذشته برده شده with، با، one another another یعنی دیگری، one یعنی یک one another یعنی یکدیگر اونا چکار میکردن با هم دیگه؟ quarrel میکردن quarreled در زمان گذشته گفتیم با هم یک بار میخونیم شما هم با صدای رسا تکرار کنید but they always quarrelled with one another ولی همیشه با یکدیگر مشاجره میکردند but they always quarrelled with one another sometimes they even fought Sometimes بعضی وقتها Some یعنی برخی Times یعنی اوقات وقتها Time به تنها یعنی زمان Sometimes یعنی گاهی از وقتها یا براحتی گاهی They آنها اون پسرها Even Even یعنی حتی معنی دیگرش یعنی زوج زوج و فرد که میدونید یعنی چی و معنی که در اینجا داره یعنی حتی Even حتی با هم چیکار میکردن فات، Fought. Fought گذشته یه فعل Fight یعنی جنگیدن، دعوا کردن. اونها با هم چیکار میکردن؟ حتی با هم بعضی وقتا دعوا میکردن. آنها گاهی حتی با هم دعوا میکردند. Sometimes they even fought. The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting. The farmer. اون کشاورزه. چرا از تیهچی استفاده شده؟ چون ما میشناسیم اون کشاورزه رو یک بار در داستان معرفیش کردیم. حالا چون میشناسیمش از TH استفاده میشه. Wanted. میخواست. در حقیقت بوده. Want to. میخواست که یک اتفاق بیفته. و در اینجا در حالت گذشته. Wanted to. میخواست که چه اتفاق بیفته؟ His sons. پسرانش متوقف کنن چیکار کنن استاپ کنن متوقف کنن کورلینگ بحث کردن رو و اند فایتینگ و جنگ کردن رو حالت آی ان جی فعل فایت و حالت آی ان جی فعل کورل یعنی بحث و جدل کردن و در اینجا یعنی جنگ کردن the farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting کشاورز می‌خواست پسرانش از نزاع و دعوا دست بردارند The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting. He wanted them to live in peace. He او آقا کیو داره میگه کشاورزه رو میگه زمیر مذکر اوی آقا want to میخواد که حالا حالت گذشتش wanted to میخواست که از کی میخواست them آنها را به اونها کیا از پسراش میخواست که که زندگی بکنن لیو لیو یعنی زندگی کردن بچه ها تلفظش رو دقت کنید لیو یعنی زندگی کردن و لیو یعنی به صورت ال ای وی یعنی ترک کردن جایی لیو دو تا تلفظ داره حالتی که در حالت فعلی بیاد یعنی زندگی کردن میشه لیو و حالتی که در حالت اسمی میاد گوشه بالای تلویزیون احتمالا دیدید یعنی لایو تلفظ میشه یعنی زنده اجرای زنده این در پیس پیس یعنی صلح و صفا و آرامش اون میخواست که اونا چیکار کنن لیو این پیس در آرامش زندگی بکنن هی wanted them تو لیو این پیس او میخواست آنها در آرامش زندگی کنند هی وانتد دم تو لیو این Plain words of advice or scolding did not have much effect on these young people. Plain یعنی ساده Word یعنی کلمه و words یعنی حرف ها, کلمات Advice یعنی نصیحت Words of advice یعنی سخنانی از روی نصیحت Or یا scolding Scolding حالت ing فعل scold یعنی سرزنش کردن did not have نداشت much much در اینجا یعنی زیاد effect effect یعنی تأثیر much effect تأثیر زیاد on روی these اینها young جوان people افراد young people افراد جوان much effect تأثیر زیاد scolding سرزنش کردن playing words of advice نصیحت به تنهایی یعنی فقط نصیحت کردن یا سکولڈنگ سرزنش کردن did not have نداشت much effect تاثیر زیادی روی on these young people این افراد جوان plain words of advice or scolding didn't have much effect on these young people نصیحت به سادگی یا سرزنش برای آن افراد جوان تاثیر چندانی نداشت plain words of advice or scolding didn't have much effect on these young people. the farmer always thought what to do to keep his sons united. the farmer انکشافارزه، always هم thought thought گذشته فعل بقایه think یعنی فکر کردن گذشتهش میشه thought تلفظش هم دقت بکنید برای تلفظ تی th اچ در think و thought زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی کنید بگید س س مثلا سارا میشه th -th thought فکر میکرد که what چه کار بکنه چه چیزی to do انجام بده to به منظور keep نگه داره حفظ بکنه his sons پسرانش رو united unite یعنی متحد شدن و یونایتد یعنی متحد United States of America ایالات متحده آمریکا United پس میشه متحد The farmer always thought what to do to keep his sons united کشاورز همیشه فکر می کرد که برای اتحاد بین پسرانش چه کند. The farmer always thought what to do to keep his sons united. One day he found an answer to the problem. One day روزی او he found found گذشته فعل بیقاعده find یعنی پیدا کردن an answer answer یعنی پاسخ an answer یک پاسخ چرا نگفتی a answer گفتی an ان answer برای اینکه حرف اول از کلمه بعد از این آرتیکل آرتیکل AN چیه؟ حرف اولش حرف صدادار گفتاریه میشه an answer یک پاسخ to برای the problem مسئله چی بود مشکل چی بود؟ problem بچه ها پرابلم نیست problem Problem, مشکل، چرا تی اج ای استفاده کردی آقا؟ برای اینکه ما میدونیم مشکل کدوم مشکله ما میدونیم در مورد کدوم مشکل داری صحبت میکنی همون مشکله دعوا و جر و بحث بین بچه ها پس او ان an answer، یک پاسخ پیدا کرد برای اون مشکله، برای اون پرابلمه چه روزی؟ one day، یه روزی، نمیدونیم چه روزی دقیقا one day he found an answer to the problem یک روز پاسخی برای مشکل پیدا کرد. One day he found an answer to the problem. So he called all his sons together. So بنابراین بعد از بنابراین یا so یک کاما هم میگذاریم یعنی بنابراین این اتفاقی که افتاده هی او آقا کشاورزه called called گذشته فعل با قاعده کال صدا زدن فریاد زدن زنگ زدن هم معنی میده صدا کرد all همه his sons پسرانش رو together با همدیگر call together یعنی فراخان دادن صدا زدن دور هم جمع کردن پس چی کار کرد کشاورز؟ so بنابراین he called او صدا زد all his sons تمام پسرانش رو together با هم دیگه فراخان داد با هم جمعشون کرد so he called all his sons together بنابراین همه پسرانش را دور هم جمع کرد So he called all his sons together He showed them a bundle of sticks and said He اوی آقا showed Showed گذشته فعل شو نمایش دادن در واقع شو یک فعل بیقاعده است اما گذشتش هم به صورت ایدی به حالت گذشته برگردونده میشه حالت سومش میشه شون حالا به هر حال them به آنها showed them به اونها نشون داد a bundle bundle یعنی بسته روی هم رفته کنار هم قرار گرفته stick stick یعنی چوب خشک تیکه هایی از چوب and said گذشته ی say say یعنی گفتن اما گذشتهش میشه said هیچ وقت نگید said said said, said میشه گفت چیکار کرد؟ He showed them. او به اونها نشون داد. A bundle of sticks. دسته ای از چوب ها رو. And said. و گفت. He showed them a bundle of sticks and said. دسته ای از چوب ها را به آنها نشان داد و گفت. He showed them a bundle of sticks and said. I want any of you to break these sticks without separating them from the bundle I want من میخوام any of you از هر کدام از شما any یعنی هر you شما any of you یعنی از هر کدوم از شما میخوام چیکار کنید I want to میخوام که چیکار کنید break break یعنی شکستن به معنی استراحت هم زنگ تفریح هم گفته میشه دیگه these اینها sticks sticks یعنی چی همون چوب رو without without یعنی بدونه separating separate یعنی جدا کردن و separating حالت ing شه یعنی جدا کردن them اونها رو بدون اینکه اونها رو جدا کنی without separating them بدون اینکه اونها رو جدا بکنی from as the bundle از اون دسته چیکار میخواد بکنه i want any of you من میخوام که هر کدام از شما to break these sticks که این چوب ها رو بشکنین without بدونه separating them from بدونه که بدون اینکه جداشون کنید from the bundle از بسته بدون اینکه از بسته جداشون کنید میخوام بشکنیدشون ببینم بلدین یا نه I want any of you to break these sticks without separating them from the bundle از شما میخواهم این چوب ها را بدون جدا کردن از دسته بشکنید i want any of you to break these sticks without separating them from the bundle each of the five sons tried one by one each had five sons pesarha each of the five sons چرا تی چی آورده چون ما میدونیم کدوم پسرها رو میگه The Five Sons اون پسرهای مشخص که داریم در موردشون صحبت میکنیم Tried گذشته یه فعلی بیقاعده Try یعنی سعی کردن آ, البته وایه که در اینجا به آی تبدیل شده Tried سعی کردن One by one یکی یکی بچه ها یک بار با صدای رسا با هم میخونیم Each of the five sons tried one by one هر کدام از پسرها یکی یکی تلاش کردند Each of the five sons tried one by one They used their full strength and skill They آنها اون پسرها used استفاده کردند their مال آنها مال خودشان full کامل تلفظ درستش فول نیست فول یعنی احمق فول فول یعنی پور، کامل تمام strength strength یعنی قدرت توان and skill skill یعنی مهارت strength and skill قدرت و مهارت they used آنها استفاده کردند their full strength and skill تمام قدرت و مهارتشون رو که چیکار بکنن که اون چوب خوشکار رو بشکنن با هم یک بار با صدای رسا تکرار میکنیم They used their full strength and skill آنها تمام قدرت و مهارت خود را به کار بستند They used their full strength and skill But none of them could break the sticks But اما none در اینجا یعنی هیچ کدام هیچ None of them هیچ کدام از آنها از اون پسرها could could گذشته کن توانستن در زمان گذشته None of them could هیچ کدام از آنها نتوانستند break بشکنند the sticks اون چوب خشک رو عجیبه نه؟ چرا؟ حالا خواهیم دید با هم یک بار با صدای رسا تکرار میکنیم But none of them could break the sticks kodam Natavanistan chupara bishkanand but none of them could break the sticks then the old man separated the sticks and gave each of them just a single stick to break then the old man separated the sticks and gave each of them just a single stick to break then سپس the old man old yani یعنی پیر، man یعنی مرد old man یعنی پیر مرد اون کیو dar اشاره میکنه؟ the old man اون کشاورزه separated separate یعنی جدا کردن و separated یعنی جدا کرد در زمان گذاشته sticks چوبخشکارو gave gave گذشته فعل گیو، گیو یعنی دادن و گیو حالت گذشته شه each of them به آنها gave each of them به هر کدام از آنها داد جاست a single single یعنی مفرد تنها جاست فقط stick چوب خشک a single stick یعنی یک چوب خشک یک چوب خشک تنها to break برای شکستن پس چوبها رو سپریتد کرد جدا کرد و بهشون داد که چیکار بکنه به هر کدوم از اونها داد تو بریک که بشکنن با هم یک بار با صدای رسا میخونیم خودمون رو محک میزنیم Then the old man separated the sticks and gave each of them just a single stick to break سپس پیرمرد چوبها را جدا کرد و به هر یک از آنها فقط یک چوب داد تا بشکنند Then the old man separated the sticks and gave each of them just a single stick to break. They broke the sticks easily. They unha un pesarha broke broke گذشته فعل break. پس یک فعل بیقاعده است. گذشتهش میشه broke. The sticks اون چوب خوشکارو easily. Easy یعنی آسان. البته با y. Easily حالت قیدشه یعنی به آسانی، به راحتی. پس چیکار کردن اونها تونستن چوبا رو به راحتی بشکنن وقتی که دونه دونه شد They broke the sticks easily آنها به راحتی چوب ها را شکستند They broke the sticks easily The farmer said a single stick by itself is weak The farmer said a single stick by itself is weak. The farmer اون کشاورزه said گفت a single یک مفرد stick یک چوب خشک تنها by itself به تنهایی به خودی خود is است weak ضعیف پس یک چوب به خودی خود یا به تنهایی ضعیفه مثل بخش ها جملات این درس به خودی خود آسون راحت یاد گرفتنشون اما در کنار همدیگه که قرار میگیره سخت میشه پس شما هم تکه تکه یاد بگیرید گام به گام پیش بیایید ببینید چقدر رشد خواهید کرد با هم یک بار با صدای رسا تکرار میکنیم The farmer said a single stick by itself is weak کشاورز گفت یک چوب به خودی خود ضعیف است The former said a single stick by itself is weak. But the stick is strong as long as it is tied up in a bundle. But اما the stick همون چوب خشکه که by itself به خودی خودش ضعیف بود. The stick اون چوب خشکه مخصوص که در موردش صحبت میکنه پس از تی استفاده کرده. Is است. Strong. قوی. از لانگ از تا زمانی که لانگ یعنی طولانی از لانگ از یک ساختار یعنی تا زمانی که it is tied up tied up یعنی بسته شده tied up یک فعل عبارتیه و در اینجا در حالت گذشته استفاده شده tied up بسته شده باشه in a bundle در یک بسته در یک گروه چی میشه؟ میشه strong قویه اون همون چوب خشکه، قویه تا زمانی که تاید اپ باشه این باندل در یک بسته با هم با صدای رسا تکرار میکنیم But the stick is strong as long as it's tied up in a bundle. اما زمانی که در یک دسته بسته شده باشد قوی است. But the stick is strong as long as it's tied up in a bundle. Likewise, you will be strong if you are united likewise یعنی شبیه همین ماجرا شبیه همین چیزی که بهتون گفتم شبیه همین چیزی که اتفاق افتاد you will be strong تو قوی خواهی بود شما قوی خواهید بود if you اگر شما are united متحد باشید همونطوری که این چوب ها در دسته قرار گرفتن و قوی بودند شما هم اگر کنار هم دیگه قرار بگیرید و متحد باشید قوی خواهید بود ها حالا با هم یک بار با صدای رسا تکرار میکنیم Likewise you will be strong if you are united مانند همین اتفاق شما هم اگر متحد باشید قوی خواهید بود Likewise you will be strong if you are united You will be weak if you are divided. You شما will be weak ضعیف خواهید بود if you are اگر باشید divided از هم جدا شده if you are divided اگر از همدیگه دور باشید چه اتفاق میفته you will be weak شما ضعیف خواهید بود با هم میخونیم تکرار میکنیم خودمون رو محک میزنیم با انرژی با قدرت You will be weak if you are divided. اما اگر متفرق و جدا باشید ضعیف خواهید شد. You will be weak if you are divided. بچه ها الان میخوایم خودمون رو محک بزنیم. اگر تونستید با همین سرعتی که الان قرار این داستان رو بخونیم بخونید داستان رو و به همین روون بودن داستان رو روایت بکنید و قسمتهاش رو بشناسید یعنی شما به این درس مسلط شدین اگر این اتفاق نیفتاده برگردید وقت بگذارید این داستان رو یک بار دیگه کار بکنید تمرین بکنید و تا زمانی که مسلط نشدید بهش رهاش نکنید اگر آماده اید با هم یک بار به صورت نرمال این داستان رو میخونیم A farmer had five sons. They were strong and hardworking. But they always quarreled with one another. Sometimes they even fought. The farmer wanted his sons to stop quarreling and fighting. He wanted them to live in peace. Plain words of advice or scolding didn't have much effect on these young people. The farmer always thought what to do to keep his sons united. One day he found an answer to the problem. So he called all his sons together. He showed them a bundle of sticks and said, I want any of you to break these sticks without separating them from the bundle. Each of the five sons tried one by one. They used their full strength and skill. But none of them could break the sticks. Then the old man separated the sticks and gave each of them just a single stick to break. They broke the sticks easily. The former said, A single stick by itself is weak. But the stick is strong as long as it's tied up in a bundle. Likewise, you will be strong if you are united. You will be weak if you are divided. تکه تکه درس به درس جمله به جمله پیش برید. انگیزتون از دست ندید. انگلیسی یاد گرفتن کمی زمان بره. اما وقتی که مسلط بشید خواهید دید که چه فرصت چه موقعیت های عالی روبروی شما قرار خواهند گرفت. آرزوی تندرستی و خورسندی داریم براتون در هر کجای دنیا که هستید.